متاسفانه دو هفته میشه که جامعه بزرگ ادبی کشور ما از حضور گرم یکی از نویسندگان خوب خودش محروم شد. نویسنده‌ای که تمام آثارش پر از درد بود و رنج. نیما فروزانی که مطمئنم همه ازش خاطرات خوبی دارن. متاسفم که آخرین اثرش زمانی داره منتشر میشه که خودش در بین ما نیست. کسانی که نیما فروزانی را از نزدیک میشناختن و الان تعدادشون در این مجلس حضور دارن حتما تایید میکنن که نیما از اون دسته نویسندگانی بود که اهل تنهایی و خلوت بود و کمتر در مجامع ظاهر میشد. امروز ما به بهانه رونمایی از آخرین اثرش در اینجا جمع شدیم تا ازش حرف بزنیم و خاطراتمون رو باهاش مرور کنیم. بنده توفیق اینو داشتم که به بهانه نوشتن مقدمه این کتاب اونو زودتر از دیگران مطالعه کنم. من نیما رو خوب میشناختم و تمام آثار قبلیش رو هم مطالعه کردم. ولی باید بگم که این آخرین رمان بی تردید بهترین و زیباترین اثرشه. دارای یک فضاسازی شگفت انگیزیه که مثل یک نقشه راه میمونه. رمان به صورت کاملا عمدی در 7 فصل نوشته شده. قبل از هر چیز میخواستم از آقای صبوری تشکر کنم به خاطر اینکه مراسم رو برای پدرم ترتیب داده. راستش من و مادرم همیشه آثار پدر رو در حین نوشتن مطالعه میکردیم. به جز این اثر آخر که توی خونه نوشته نشد. و به هر حال من و مادرم هم مثل سایر دوستداران آثار پدر مشتاقانه منتظریم که آخرین اثر پدرم رو بخونید. خیلی دلم میخواست که زودتر از اینا میوایدم خدمتتون. خیلی ممنون. من افسحیم. آقای افسحی ویراستار این کتاب. وای بله ببخشید شرمنده نشناختمتون. شما دیگه باید الان 30 سالتون تموم شده باشه نه؟ بله خیلی خوشحال شدم با اجازت. وصیت پدرتون رو بهش عمل کردیم؟ وصیت پدرم؟ قناری؟ قناری؟ آزادش کن بره. ولش کنی. اون دیگه تنها شده. ضمن این کتابو خوب بخونی. خیلی خوب. چون در اصل پدرتون این کتابو برای شما نوشته. مواظب خودتون باشین. حالا فوزانی تسلیت از میکنم. غم آخرتون باشه.
کی بود؟ یکی از دوستای بابام بود. در زمدنم میخواد که لفتش ندی. تو چند وقت دیگه چلوم برادرمه، میخوام آبروداری بکنی. اونم به چشم. تو همش میگی چشم، اما خدا نکنه کلنگت به یه جا گیر بکنی. اونم شایعه است آقا. شایعه است؟ حالا میخوام اینم چی کار میتونی بکنی. سلام، بفرم. برو یه نگاهی بکن ببین میتونی چند روزینه تمومش بکنی. بودو چطور زنده داشت؟ خیلی ممنون. میدونید آقا محمود، بالاخره نصف این خونه مال شما هم هست. اگه قصد فروش دارین یه موقع من و سارا مزاحم نباشیم. دست شما درد نکنه، دستتون درد نکنه. ما با همین حرفا رو داشتیم. تا چند وقت پیش برادر من با زن و بچهش توی این خونه زندگی میکرده. اگه حالا اون خدا بیامرز نیست، من که نمردم. اگرم من الان این کارگر رو آوردمش اینجا که کار کنه، فقط به خاطر راحتی و آسایش شماست. هیچ فکری دیگه در موردش نکن، متوجه ای؟ و در ضمن دیگه این سیاهارم جمعشون کنی، بگذاریم بچه ها به زندگیشون برسن. من مطمئنم که خدا بیامرز نیما اینو دوست نداشت. بفرمایید. دست درد نکنه. چیه؟ هنوز تو فکر این یارو افسایی هستی؟ آره، موندن قضیه پرنده از کجا میدونست؟ خب لابد عمو بهشون بود. نه، حرفای خصوصی ما مال خودمون بود. تازه این یه راز بود بین من و بابا. بخور سرد نشه از دلم میفته. ماما چیه؟ آخه این چه کاریه مامان جان؟ اینقدر به اعصابت فشار میاری؟ دوباره بیفتی گوشه بیمارستان. یه وقتایی تو خونه فکر میکنم که داره منو صدا میزنه. میرم تو اتاقش ببینم چی کارم داره، میبینم که نیست. هنوز باورم نمیشه. ما باید با نبودنش کنار بیاییم مامان. باشو باشو بریم استراحت کن.
گاهی وقتا فقط یه حادثه تمام زندگی آدم رو تغییر میده. اون حادثه ممکنه تو هر سنی اتفاق بیفته. برای من تو 20 سالگی اتفاق افتاد، زمستان سال 56. فقط دوتا نیرو کم دارم. بله قربان، بسمدش به من، خودم جورش میکنم. بله قربان، همین امشب تمامش میکنم. چشم. همون خواب همیشگی. صدای جیغش این دفعه از همیشه بیشتر بود. یه خانومیه، هی داد میکشه، کمک میخواد، حالش بده. شاید به خاطر فوت پدرت. یه کمی که بگذره همه چی عادی میشه، حتی نبودن عزیزترینا. سارا چرا به خودت نمیرسی؟ خوبم. این اواخر همش احساس میکردم یه چیزی میخواد بگه ولی نمیگه. اون همیشه گفتنی ها رو میگفت. آره، گاهی وقتا نقاشی میکشید میزد به دیوار اتاقم تا منظورش رو بهم بفهمونه. وقتی هم از یه کارم بعدش میومد شروع میکرد آواز خوندن. گاهی وقتا هم برات نامه مینوش. آره دیگه، نویسنده ها اینجوری هم حرفشون خیلی مستقیم میزنن. مامان چرا قناری رو خودش آزاد نکرد؟ شاید دلش نمیخواست. آخه اون پرندش رو خیلی دوست داشت. در قفس رو که باز کردم برگشید رفت مثل پدر. نمیدونم این آقای افسحی ماجرای قناری رو از کجا فهمیده. اون چه جور آدمیه؟ آشنایی زیادی باهاش ندارم، فقط میدونم 20 و چند ساله تو خارج زندگی میکنه. چند روزی میشه که اومده. برای کتاب خدا بیامرز پدرت خیلی زحمت کشید، خیلی کمکم کرد. میتونم بگم اگه اون نبود شاید این کار به سرانجام نمیرسید. با اینترنت ویراستاری میکرد. البته برای چاپ کتابم یه مقدار پول خرج کرد. یعنی شریک شده؟ نه نه، فقط میخواست خیلی سریع این کتاب چاپ بشه تا قبل از اینکه اتفاقی برای نیما بیفته. شما آدرسی چیزی ازش ندارین؟ آدرس که نه، ولی یه تلفن. سلام، خسته نباشی. یه شماره داد و گفت اگر سراغشو گرفتی بهت بدم. آره دیگه، همه کارشو خودت انجام بده، میخوام سنگ تموم بذاری بعد با تماس. کاری داشتیم؟ آره بابا، اون مدارک رو پر کردی برای ثبت شرکت ها؟ معرفی نامه ها رو دیگه. آره دیگه، هر چی زودتر تکمیلش کن، بده به هوشنگی که بفرسته بره. پر کردم، فقط حق امضاشو گذاشتم واسه خودت. بابا جون، سر پیری
و حق امضا کدومه دیگه؟ همه کارش خودت انجام بده دیگه. چشم. در زم شاد اومد. بیا اینم بگی. من با مهینم صحبت کردم، دست سارا رو میگیری میری یه خود خرت و پرت میخری و بعد از چهلومم میری سر خونه به زندگی تو. حالی چه بود؟ موفق باشی. الو. سلام، من سارا فروزانی هستم. سلام بابا، چطوری؟ راستش چجوری بگم، بابت حرفای دیروزتون مزاحمتون میشم. شما گفتین پدرم این رمان رو به خاطر من نوشته، ولی من هیچ ارتباطی بین خودم و این رمان نمیبینم. فصل اولش هم خوندم، ماجرا توی محیط نظامی و مردونه میگذره. خب چیزی به نظر داشتن نیومد؟ نه هیچی. گاهی اوقات چیزا در اصل اونطوری که میبینیم و میشنویم نیستن. ببخشید میشه واضح تر بگیم؟ نیما از دوران سربازیش چیزی برات نگفته؟ واقعیتش بابا اصلا راجع به گذشتش صحبت نمیکرد. ببین دخترم، میتونی یه شکل دیگه ببینی. چی رو؟ داستان رو، آدم ها رو، اسما رو. مثلا میتونن کنایه‌ای باشن یا برعکس. برعکس؟ بیدارت کردم؟ دنبال چی میگردی؟ نمیدونم، شاید یه نشونه. ولی اون صندوقچه شخصی باباته. گفتم شاید تو وسایل شخصیش یه ردی، یه عکسی، یه نشونه. سایه حرفای عجیبی میزنه راجب نیما، راجب واقعی بودن حوادث داستان. به نظر یه داستان معمولی میاد، ولی آقای افسایی چیزای دیگه ای میگه. چه اطمینانی میتونیم به اون بکنی؟ نمیدونم، یه حس خوبیه، منو یاد بابا میندازه. گاهی بابات یه چیزایی ازش میگفت، یه دوست قدیمی، فقط همین. ولی از خیلی چیزای خصوصی بابا خبر داره، بیشتر از ما. نمیدونم، فکر میکنم یه چیزایی میدونه ولی نمیگه. چی هست که ما ازش بیخبریم؟ سارا، بابات هیچی واسه پنهون کردن نداشت، مخصوصا از ما. اینقدر بی خودی فکرتو مشغول نکن. اگه این جعبه رو دوست داری میتونی پیش خودت نگرش داری.
میتونی یه شکل دیگه ببینی داستان رو، آدم ها رو. مثلا میتونن کنایه‌ای باشن یا برعکس. برای من که تا اون موقع آزارم به یه مورچه هم نرسیده بود، حادثه اون شب یه شاک بزرگ بود. آره عمو جان، اون روزا رو خوب یادمه. یه روز که مادر دلتنگی میکرد برش داشتم بردمش شمال دم پادگانش. مگه محل خدمتش تهران نبوده؟ نه لایجان، چابکسر، نمیدونم همین دور و برا بود. بخورم. امیر به هم گفته. چی رو؟ راجب همین یارو، اسمش چی بود؟ فصیحی؟ افصحی. آها هم گفته که فکر تو رو به هم ریخته. آره میگه داستان رمان واقعیه. اون سربازی هم که توی جوخه آدم کشته بابای منه. تو بهش نگفتی آدم نادون؟ تو از کجا میدونی؟ میگه دوست صمیمی بابا بوده. آدم بعد از مرگش از این دوستای صمیمی خیلی پیدا میکنه. محسن حال خودشو نمیشناخت. نصف شب به آسایشگاه اومد، بیدارم کرد. از ترس نفسم بند اومده بود. دهنمو گرفت و گفت که یه فکری به سرش زده، از زندان فرار کنیم. تو اون شرایط تصمیم بزرگی بود. اگه موفق می شدیم، هم من از این مهلک نجات پیدا می کردم و هم محسن می تونست به آرزوش برسه و جزو سربازایی باشه که از پادگان ها فرار کردن. ولی ما فکر یه چیزو نکرده بودیم، احد. فراموش کرده بودیم که اون همه چیزو زیر نظر داره. هنوز نخوابیدیم؟ ترسونیم بابا. می بینم که کتاب خون شدین. رمان همونی ماست؟ آره. حالا راجب چی هست؟ چی؟ همین فصل آخر دیگه. داستان دیگه، مثل همه داستان دیگه، با تخیلاتی که خود خواننده رو جذب کنه. همونی ما آدم توداری بود، هیچ وقت نتونستم بشناسمش. من همیشه دلم میخواست بدونم که تو کلش چی میگذره. با اینکه برادر بزرگش بودم، اما همیشه مثل دوتا غریبه با هم دیگه بودیم. خب اخلاقش اینجوری بود، فقط با شما که اینجوری رفتار نمیکرد، با همه هم اینجوری بود. همیشه سرش تو کتاباش بود، کار به کار کسی نداشت. گاهی دلم میگیره که چرا نیما نذاشت من براش برادری بکنم. به خدا نمیذاشتم آب تو دلش تکون بخوره، اما خودش نخواست که وضعش خوب بشه. چسبید به اون خونه یه کلنگی بابا و هی گفت ما رو از مال دنیا همین بس. خب بابا میگم شاید مشکلی چیزی داشته.
ولی خیلی احساساتی بود، زود میشکست. اینه هون سارا. بابا خیلی نگرانشم. از وقتی که عمو فوت شد خیلی به هم ریخت. امیرم زندگی تو زود شروع کن و همه این مسائلم فراموش کن و الانم پاش برو بگی بخوا. بابا دوست دارم برام از گذشته هاتون بگین، از خاطراتتون با عمونیما، از جوونیاتون، از اون قدیما. نفش قبر خاطرات گذشته چه فایده ای داره؟ مامان بسته دیگه، دوباره حالت بد میشه ها، پاشو بریم خونه. حرف دارم، میخوام با بابات درد دل کنم. درد و دلت بمونه برای خونه، اینجا نامحرم هست. شما اینجا چی کار میکنی؟ اومدم سراغ یه دوست قدیمی. که چی؟ که خاطرات خوبش رو خراب کنین؟ که حرفای پشت سرش بزنین که تنش تو گور بلرزه؟ برای دیدار دوست قدیمیتون دیگه خیلی دیر شده. تسلیت میگم من این خانم، سارا اونجای پدرته، این چه طرز برخوردیه؟ دلم میسوزه مامان، این همه مدت بابا آزارش به یه مورچه نرسید، وقتی یه آدم پیدا شده میخواد بیاد بعد از مرگش آبروشو ببره. گاهی اوقات دونستن حقیقت هر چقدر که تلخ باشه بهتر از ندونستنه. منظورتون اینه که پدر من قاتله؟ آدم کشه؟ به خاطر وارونه کردن اسمش با یه شخصیت خیالی بهش اتهام میزنین؟ تو بودی که دنبال حقیقت میگشتی، من فقط یک وسیله‌ام. شما گفتین شخصیت امین کتاب بابای من بوده. من نگفتم، تو خودت پیداش کردی. من از عمون پرسیدم، محل خدمت پدر من شمال بوده نه تهران، نه اون زندانی که شما گفتین. چی شده؟ چه اتفاقی داره میفته که من ازش میخبرم؟ همه چی تو کتاب نوشته شده. ببینید آقای افسایی، من نمیدونم منظور شما از این قصه پردازی چیه، ولی خواهش میکنم بذارید با آرامش نبودن پدرم رو تحمل کنیم. گذر زمان همه چیز رو روشن میکنه. سارا، آقای افسایی یکی از دوستای قدیمی و صمیمی پدرت. نه دوست پدرم نیستم. به قول عموم اگه دوست پدرم بودید پشت سرش این همه حرف نمیزدید. تو درست مثل پدرت میمونی، سرسخت و یک دنده. منو یاد جوونیاش میندازی. یادش بخیر، اون کتابو برای تو نوشته، به تو تقدیمش کرده، باید دنبال نشانه‌هاش بگردی. بعضی از نشانه‌ها هست که یه ردی ازش باقی مونده، مثل زندان پاییزه. محل خدمت من زندان پاییزه بود، جایی بیرون شهر به طرف شرق، با یه دیوار بلند سیمانی و خاکستری رنگ. برای گذراندن خدمت سربازی جای آروم و بی‌درد سریه. ظاهراً یه زندان عادی بود واسه جرمای معمولی، ولی در اصل بازداشتگاه مخفی ساواک بود، جایی برای شکنجه مبارزین انقلابی.
سلام آقا، خسته نباشید. ببخشید اینجا زندان بوده؟ اینجا کارخونه است، الان هم تعطیله. میشه یه دقیقه بیام تو؟ نه خواهش میکنم بفرمایید. یه دقیقه. بعدها که اهالی محل از ماهیت اصلی زندان خبردار شده بودن، سعی می کردن هر جور که هست به فرار سربازا کمک کنن، مخصوصا مرد میان سال مهربانی که کنار زندان بساط لبو فروشی داشت. سلام آقا، خسته نباشید. سلام دخترم. ببخشید این ساختمونی که اونجاست قبلا چی بوده؟ چطور مگه؟ من شنیدم قبلا زندان بوده. به سن سال شما نمیخوره. بله درست گفتن، اینجا زندان ساواکی ها بوده. جوانای مردم رو میآوردن اینجا زندانی میکردن و شکنجه میدادن. مانی 30 سال پیشه، قصه ها داره، ماجره ها داره. هی هی یه لبو بدم خدمتتون. چه ربطی داره این که دلیل نمیشه؟ چون اون زندانه و اون لبو فروش اونجا بودن، پس تمام شخصیت های رمان پدرت همشون واقعیه. میدونه اگه حرفای آقای افسری درست باشه یعنی چی؟ نیست خانم من، نیست. این وصله ها به امونیمای من نمیچسبه. تازه مگه بابا نگفته بود که محل خدمت امونیما شمال بوده؟ شما حرف بابا رو نمیپذیری. اون وقت حرف یک آدمی رو میپذیری که معلوم نیست از کجا یهو سرکلش پیدا میشه، ادعای دوستی و رفاقتش با پدره داشته. بذار خیالت راحت کنم. من همین الانش بابام بیاد اینجا بگه که ماست سیاهه، در بس میپذیرم. چرا نباید قبول کنم؟ از یه طرف میگم حرفای آقای افسری درست نیست، از طرف دیگه آخه چرا باید دروغ بگه؟ اصلا بهش نمیاد آدم دروغگویی باشه. قریب نوازی میفرمی؟ بابا ما که هرچی میگیم تو دوباره برمیگردی سر خونه اوله. ناسلامتی با مدیر عامل شرکت طرفی ها. خیلی همون کار درستی کرده که بهتر از تو. گم سارا، تو به جای اینکه زنمو رو از این حال و هوا در بیاری، خودت بیشتر به این مسئله دامن میزنی. راستش بابا میگفتش که بعد از 40 چیه؟ بابا به منم حق بده. بابا این دل کوچیکه، دیگه ظرفیت و گنجایش نداره. باید چی کار کنه؟ تازه زنمو هم خوشحال میشه. فکرشو بکن، دختر کوچولوشو تو لباس عروسی میبینی. مسخره. جدی میگم، اگه خودم سلیقه داشتم الان تمام خرت و پرتای خونمونو خریده بودم. ولکن نیستی یا؟ نه که نیستم. بس امیر، الان وقتش نیست. خب کی وقتشه؟ هر وقت وقتشه بگو همون موقعشو. خیلی دلم میخواست بابام پیشم. منم خیلی دلم میخواست که همون بود، ولی چی کار کنیم؟ دست ما که نبود، اتفاقی که افتاده. ولی سارا اینو جدی میگم، دلم میخواد به هر قیمتی که شده تو رو دوباره خوشحال کنم. دوست ندارم این اتفاقات تلخ سردت کنه. نه سرد نیستم، فقط فکرم مشغوله. میدونی من تو زندگیم رو خیلی دوست دارم، اصلا برای شروع زندگیم لحظه شماری میکنم، ولی توی موقعیتی قرار گرفتم که باید حقیقت رو پیدا کنم. وقتی پیداش کردم آروم میشم. بهم فرصت بده. صبر میکنی؟ باش صبر میکن، تا آخر دنیام که شده واسه صبر. محسن دست باچه و نگران خودش به من رسوند. خیلی مضطرب به نظر می اومد.
گفت که احد تصمیم گرفته اونو به جای دیگه ای منتقل کنه. نمیدونست کجا، ولی حس میکرد میخواد سر به نیستش کنه. از یه طرف از نقشه احد میترسید، از طرف دیگه نگران مادر مریضش بود که با شنیدن این خبر از دست نره. سعی میکردم آرومش کنم اما موفق نمیشدم. کاری از دست ما بر نمیومد. اتفاقی که نباید داشت میافتاد. بله؟ چطوری دخترم؟ خوبی ساره خانم؟ سلام. شما؟ صبوریم. سلام، خوب هستین؟ ساره خانم، من زیاد وقتتون نمیگیرم. راستش یه اتفاق عجیب غریب افتاده. کتاب فصل آخر نیما توی بازار کاملا نایاب شده. حتی یه دونم پشت ویترین نمیبینی. راستش با اتفاقی که برای نیما افتاد، من حدس میزدم که کتاب پرفروشی بشه، اما نه به این سرعت و شدت. بدبینانش اینه که فکر کنیم یه جورایی کتاب توی بازار جمع شده. ولی ما چیکار به این کارا داریم؟ ما کار خودمونو میکنیم. ببین ساره خانم، اگه فرصت کردی فردا یا پس فردا یه سری به اینجا بزن تا بدم این قرارداد تجدید چاپ رو امضا بکنی و سری بفرستم وزارت ارشاد. چی شد؟ هیچی بابا، همچین گفتید نیم ساعته میدن که خب چی کار تونستی بگیرید؟ تونستن که تونستم، اما پدرم در نیما فروزانی فرزند داوود متولد 1322 به شماره شناسنامه 4028 در سال 1355 به خدمت نظام در آمده و بعد از گذراندن دوره آموزشی پس از 21 ماه خدمت در سال 1356 خدمت قطعه در محلی به نام زندان پاییزه در حومه شهر تهران. سلام. سلام. بایی موشک بازیه چیه در آوردی؟ خب میامدی بالا؟ نمیخوام اما محمود بفهمه، سوچو بده میخوام برم. گیر دادی یا؟ حتما دلیل دارم دیگه، بفرما. این چیه؟ این مدرکی که ثابت میکنه حرف عمو محمود کاملا برعکس بوده. محل خدمت بابای من تهران بوده نه شما.
پس کجاست؟ محسن بدون این که بتونه به خانوادش خبر بده شبانه راهی محل خدمت، یا بهتر بگم محل تبعیدش شد. باید یه جوری به مادرش خبر میدادم. با هر کلکی که بود مرخصی ساعتی گرفتم و خودمو به اونجا رسوندم. نمیدونستم چجوری باید این خبر ناگوار رو به مادر مریض محسن میدادم. چقدر لحظه های تلخ و عذاب آوری بود. هیچ وقت چهره مادرشو وقتی در رو برون باز کرد فراموش نمی کنم. سلام علیکم. ببخشید من دنبال یه آدرس قدیمی میگردم، آدرس یه دوست قدیمی که سالها پیش اینجا زندگی میکردن. مثلا چند سال پیش؟ حدودا 30 سال. اوه 30 سال پیش ما اینجا نبودیم، یه کسی دیگه ای بوده خانم. بله میدونم، یک آقایی بوده، یه سرباز بوده، اسمش محسن بوده، با مادرش زندگی میکرده اینجا. میخواستم اینو آدرس شماره تلفن این چیزی هیچ هیچی مادر، یه خانم هست دنبال صابونه قدیم میگرده. اومدم. بفرمایید. سلام. سلام. ببخشید آقایی به نام محسن اینجا زندگی میکنن؟ محسن؟ از دوستان قدیمی پدرم هستن. شما؟ من فروزانی هستم. چند لحظه صبر کنید. بله. بفرمایید. خیلی ممنون. یه چند ماهی بود که جا به جا میکردن از این زندان به اون زندان. اصلا نمیدونستم جرمم چیه، ولی یه چیزی رو خوب میدونستم، اونا برام یه پاپوش اساسی دوخته بودن. یه پاپوش، نه دادگاهی، نه سوال و جوابی، هیچ. هیچ. من و نیما یه چیزایی رو فهمیده بودیم که نباید میفهمیدیم. اون حکم اون شب باید اجرا میشد. در اولین فرصتی که گیر آوردم فرار کردم. یه مدتی خودم رو یه جایی پنهان کردم، اصلا نمیتونستم خودم رو نشون بدم. اگر منو میدیدن گیر میافتادم. نمیتونستم به مادرم خبر بدم، نه نامه‌ای، نه تلفنی، هیچ. روزی هم که برگشتم دیگه خیلی دیر شده بود. مادرم
با دیدن مامورا سکته کرده بود. بگذاریم، فکر نمی کردم یه روزی بیای اینجا و من بزرگ شدن تو ببینم و بشینی مقابلم و من از گذشته ها برات بگم، از نیما. این چه عکس جالبیه. آره ببین، این منم، اینم که بابامه. درست انتخاب کردی. میتونم این عکسو داشته باشم؟ باشه پیشت. محمود جان، راجب رمان مرحوم برادرت ببین چی نوشتن. اینو خوب بخون، مخصوصا این جمله. کاری نداری؟ خداحافظ. خداحافظ. خب بابا بسته دیگه. اه واقعیه که واقعیه، به جهنم که واقعیه. گیرم 30 سال پیش یه اتفاقی افتاده، تو الان باید بشینی عزاداریشو بکنی؟ فکر نمی کردم بابام بتونه آدم بکشه، اونم یه بیگناهو. اصلا شاید عذاب وجدانش باعث سرطانش شده. این حرفی بوده که این همه سال میخواسته بگه اون نگفته، باعث عذاب وجدانش بوده. همه این حرفا از وقتی شروع شد که سر و کله این افسری پیدا شد. من نمیدونم اون این وسط چیکار میکنه. با حرفاش دیوونت کرده بنده خدا. اصلا به فرضم که اینجوری باشه، تو که این همه بابا تو قبول داری رو اسمش قسم میخوری، چرا به من دروغ گفت؟ چرا گفت محل خدمت بابام شمال بوده؟ ها چرا؟ خب معلومه واسه چی. واسه اینکه میدونسته که شما وقتی این خبر رو بشنوی یهو به هم میریزی. واسه اینکه دوست داشته آبروی برادرش حفظ بشه. نفش قبر یه سری اتفاقاتی که قبلا گذشته رفته چه فایده داره ها؟ میخوام این عکس رو بزرگش کنم، قابش بگیرم. عکس عموه؟ خودم درستش میکنم. ممنون. خواهش. نمیری تو؟ نه سلام برس. سارا وایس. میگم بهتر به حرف بابا گوش کنیم، اینجوری کمتر هم اذیت میشی. هرچی نباشه 4 تا پیرن بیشتر از منو تو پاره کرده. ببین دیگه مامانت هم نگران شده. من نمیفهمم تو دنبال چی داری میگردی. حواست هست چی دارم بهت میگم یا نه؟ ببین امیر، اگه نمیتونی همراهیم کنی مانم نباش. یه حسیه، نمیدونم، یه حس غریبیه که به میگه باید این ماجرا رو دنبال کنم. شاید اشتباه باشه، ولی نمیتونم تا آخر عمرم بی جواب بمونم. از موقعی که نگهبان یکی از بندهای سیاسی زندان شده بودم، یه لحظه هم صدای جیغ زنی که تو یکی از این سلولا بود منو آروم نمیذاشتم. هیچ کی یادش نمیومد که صدای جیغ این زن لحظه ای قطع شده باشه. هیچکس نمیدونست اون زن چرا اینجاست و چه جوری به این روز افتاده. دیگه داشتم کلافه میشدم که دکتر زندان با یه پرستار اومدن سراغش. داره وضع هم میکنه، زود باش، سری بیارش بیرون.
وقتی من از ایران بیرون میرفتم تو خیلی کوچیک بودی، خیلی، ولی الان ماشاءالله واسه خودت یه خانومی شدی، یه خانومی تموم عیار، همون چیزی که ما همیشه آرزوشو داشتیم. نیما همیشه درباره تو با من حرف میزد، همیشه. عجیبه، ولی این همه سال راجب شما به من چیزی نگفت. شاید نمیخواست اون سالهای تاریک رو به یاد بیاره مثل من. شما اون همه سال از چی فرار کردین؟ وقتی مادرم مرد دیگه نمیتونستم تو خونه زندگی کنم، اونجا برام شده بود یه زندان. تصمیم گرفتم برم پیش برادرم خارج از کشور. میخواستم یه مدت کوتاهی بمونم، اما شد یه عمر. همیشه دلم میخواست برگردم، اما هیچ وقت پیش نمیومد. تا اینکه نیما، دوباره میخوام برگردین اونجا؟ نمیدونم، یه کارای نیمه تمامی دارم که باید انجام بدم. ببخشید میتونم بپرسم چه کارایی؟ عجله نکن، به موقعش میفهمی. من باید منتظر چی باشم؟ حقیقت. در کنار مقامات اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی که بودند، چرا لذت بردن؟ سلام. چیه؟ باز خانومت رفته تجسس؟ با شما هستم امیر خان. بفرمایید. اگه بخوای از اول زندگیت وا بدی که بابا من وا ندادم. خب اگه وا ندادی، خانومت امروز کجا بود میدونی؟ بله در جریان بودن. همین؟ مگه نگفتم جلوشه بگیر؟ مگه نگفتم با آب روی برادر من بازی نشه؟ نگفتم؟ بازی کدومه پدر من؟ باباشه. سارا حق داره بدونه تو زندگیش چی گذشته. نه نداره. نیما قبل از این که پدر اون باشه برادر منه. من نمیدونم اون دنبال چی میگرده، چی میخواد، تو میدونی؟ فکر کنم دنبال حقیقت زندگی پدرش. خودم می آوردم، چرا زحمت کشیدی؟ رمان شروع کردی؟ همیشه فکر می کردم هیچ چیز پنهانی بین من و نیما نیست. شاید اونقدر براش ناگوار بوده که بازگو کردنش آزارش می داده. آدم ها هر قدرم که به هم نزدیک باشن انگار یه چیزای گوشه قلبشون محرمانه می مونه. ماما شما این همه سال باش زندگی کردی، همچین آدمی بود که تو قصه هست؟ مگه تو کتاب نخوندی؟ اونو مجبورش کردن. ببین چقدر عذاب اون سالا رو دلش سنگینی میکنه که آخرش اینجوری همه چی رو ریخ بیرون. دلم نمیخواد هرگز تصویرش تو ذهنم عوض بشه. نبایدم بشه. حتی اگه اون خاطرات واقعی باشن، اعتراف اونا شخصیت پدرتو قوی تر میکنه. همه این جسارتو نمیکنه. وقتی که بچه بودی خودتو به خواب میزدی تا بابات ببرتت رو تخت و به خواب نتت رو تو بکشه و چراغ و خاموش کنه،
اون وقت چشاتو باز میکردی، اونو صدا میکردی، یعنی گولش زدی. نیما همیشه پشت در منتظر صدا کردن تو بود. اون وقت با انگشتای بزرگش دستامو میگرفت، برام قصه میگفت خوابم ببره. من همیشه بهش حسودی میکردم، آخه اون با قصه هاش بیشتر از لالایی من تو رو خواب میکرد. مامان میترسم صداشو فراموش کنم. اون همیشه تو قلبت عزیزم. خیلی دوست دارم مامان. چیزی که هیچ وقت فرصت نشد به بابا بگی. اون میدونه، مطمئن باش. بیا این کتابا رو لیست میکنی و میدی به مشتری. سریع. آیه صبوری؟ بله، شما؟ من محمود فروزانی هستم، برادر نیما. به به، جناب فروزانی خوش اومدید، مشتاق دیدار. بفهم بشین. برای نشستن نیومدم. امرتون چیه؟ بفرمایید. البته تلفنی هم میتونستم بگم، ولی ترجیح دادم که حضوراً خدمت برسم. خواهش میکنم. قرض از مزاحمت اینه که خواستم خبر بدم که از این به بعد بزرگ خانواده فروزانی ها من هستم و همچنین در مورد چاپ کتاب نیمام من نظر میدم. البته این نظر شماست. نظر خانوادش هم همینه. پس با این حساب برای تجدید چاپ کتاب نیما طرف قرارداد شما هستید. دوست ندارم این چرت و پرتایی که تو روزنامه ها در مورد کتاب نیما، نمیدونم واقعیتشو این چیزا می نویسن، آبروی نیما و خانوادشو ببرم. خلاصه؟ هر طور که شما مایلید. فعلا خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. عمو ببینم ما چند تا پرونده یه حسابداری داریم. ببین جانم، ما در ماه دو تا پرونده تشکیل میدیم، یکیش برای بایگانی خودمون، یکیش هم میفرستیم برای مالیاتی. یعنی در واقع داریم حسابسازی میکنیم دیگه. خب با کلاسش. بله دیگه. خب چرا؟ چرا؟ خب اگه نکنیم کلام پس معرکه است. خب این پرونده اصلی حسابداری رو من کی میتونم ببینم؟ ها، هر وقت رئیس هیئت مدیره که خود پدر جناب عالی باشن مجوز صادر کردن، برو چشم. بابا کجاست؟ باید تو شرکت باشه. ببخش من کار دارم. کسی آدرس خونه اعدامیه رو نداشت، همه چی مخفی بود، حتی محل دفنشون. اصلا این همه اصرار برای چیه؟ هر طوری شده باید پیداشون کنم. میخوام برای بابام ازشون حلالیت بطلبم. اصلا احساس میکنم بابا این رمانو نوشته که کاریو که سالها خودش روش نمیشده انجام بده، من براش انجام بدم. داری از اصل قضیه دور میشی. اصلا موضوعی نیست. وای، دارم کلافه میشم. پس موضوع چیه؟ چرا بهم نمیگین؟ چقدر از کتاب خوندی؟ تا فصل 5. خوبه. کم کم داری به اون چیزی که نیما میخواست نزدیک میشه. خدمت شما قربان. چی هست؟ عکس دیگه قربان، فرمودین بزرگ چاپ بشه. آها، دست درد نکنه. خیلی شبیه آقای فروزانیه. و عکس خدمت عمومه دیگه. خدا رحمتش کنه. اونجا رو نمیگم، این بالا رو میگم. نگاه کنید تو این پنجره، یه عکس از جوانه آقای فروزانی دیدم، خیلی شبیشه. این؟ آره این بالا، نگاه کنید. باشه، ممنون.
من محمود فروزانی هستم. هنوزم همون آدمی. پیر شدی اما هیچ فرق نکردی. ببخشید موهاتو سفید کردی اما دست از این جاسوس بازیت بر نمیداری. دختره رو تعقیب کردی تا رسیدی اینجا. میشناسیم هم دیگر رو؟ باید هم نشناسی. یادت نمیاد سالها پیش، سال 56، زندان پاییزه، دوتا جوون رو وادار کردی که یه جوون رو بذاری بیخ دیوار و فریاد آتیش رو سر بدی. افسعی؟ من فکر میکردم تو مردی. این بار نقشت نگرفت. یه چیزایی دیگه دست تو نبود. پس همه اینا زیر سر تو بود. برگشتی که زندگی منو نابود کنی. بعد از این همه سال برگشتی که چی؟ رفتی تو مخ این بچه که آزارش بدی؟ خوشحالم که این دختر از قماش تو نیست. تو و نیما هیچ وقت نفهمیدید. من مجبور بودم، یه مأمور با حکمی که باید اجرا میکرد، مثل شماها. تو مخبر بودی. مخبر. تو زندگی من و برادرتو نابود کردی. پس گوش نیما رو تو پر کردی که نشست به نوشتن این چرندیات. من واسه کارهای مهمتری اومدم اینجا. فکر نمی کنی اگر میخواستم ازت انتقام بگیرم 30 سال وقت داشتم که هر بلایی که دلم بخواد سرت در بیارم؟ چشاتو خوب وا کن. اگر چشاتو وا کنی خوب میفهمی که بعضی زخم هستش که کوه نمیشن اما جاشون میمونه. حالا تو هم گوشاتو باز کن. اگه بخوای مزاحم بشی راحتت نمیذارم. برگرد همونجا که بودی. حتما قربان، حتما اطاعت میشه قربان. امین قضیه اون شب رو فراموش کن. یه اتفاقی که افتاده، باید اون حکم اجرا میشد. باید اگه دست تسلیم کردم دودمانمون رو به باد میدادن. اون پسره رو ولش کن. من تو هرچی باشه برادریم. ممکنه گوشت همو بخوریم اما استخون همو دور نمیریزه. برات یه فکرایی دارم. میفهمی؟ ها؟ داداشی ازت خواهش میکنم این دفعه روی من اصلا حساب نکن. آدم اصلا خوش نیست.
امین جان اینجا چه کار داری؟ دنبال چی میگردی؟ هیچی، دنبال گذشته بابا من. گذشته بابا؟ این حق هر پسریست که باید بدونه پدرش کی بوده و چه کاره بوده، اما نه با سرک کشیدن یواشکی. خب شما بگو، شما که رفیق شفیقشی، بگو چرا بابام نمیخواد من بدونم که 30 سال پیش چی کار میکرده؟ میخوام بدونم ماجرای مدیرعامل شدن من چقدر به ورشکست شدن شرکت ربط داره. اما خیلی چیزا رو میخوام بدونم. میخوام بدونم چرا انقدر بابا نسبت به کتاب امونیما حساسیت پیدا کرده. این همه کتاب اینجا چی کار میکنه؟ بگو دیگه. نمیدونم، یعنی عمو محمود من ممکنه همون احد داستان باشه. اگه اینجوری یعنی عموی من یه آدم. ببین بابا، اصلا مهم نیست عمو محمود تو همون احد این کتاب هست یا نه، اینا یه چیزای فرعی هن. تو سعی کن برای خودت چیزای بهتری پیدا کنی، چیزای مهمتر. نیما این کتابو ننوشته که از کسی انتقام بگیره یا دست کسی رو رو کنه. نه، اون نیت بهتری داشته، یه جور ادای دین. ادای دین؟ حالا دیگه وقتشه که با هم دیگه رو راست باشیم. منتظرم زن داداش. بگو چطور تو این همه سال دروغ گفتید به من، به خودتون، به همه؟ من حالو رو ببین چه فریب خوردم. بگو ببینم توی این سالایی که من تو ایران نبودم چه اتفاقی افتاده؟ ها؟ پس شما هم اون کتاب خوندی؟ آره. نمیدونم چرا نیما این کارو کرد، چرا این همه سال این رازو تو دلش نگه داشت. من نگران سارا، اگه اون بفهمه. سلام. سلام. مهمون داری؟ نه. خبریه؟ مگه حتما باید خبری باشه که غذای مورد علاقت رو برات درست کنم. چه خوب، خیلی وقت بود که حوصله این کارا رو نداشتیم. گفتم کافیه، برو دستورتو بشو، لباساتم در بیار، بیا بشین غذا تو برات بکشم. نه مامان، من الان اشتها ندارم، بمونه برای بعد. دیر میشه، آخه بلیط سینما گرفتم. سینما؟ خب گفتم که با هم دیگه بریم بیرون، حالا هوامون عوض شه، اینجوری بهتره. اتفاقی افتاده مامان؟ اتفاقی نیفتاده. خب گفتم یه کم بیشتر با هم باشیم. الهی قربونت برم مامان، خیلی خوشحالم که روحیت اینقدر خوب شده.
ولی من باید فصل آخر کتابو بخونم. نمیشه ازش بگذری؟ آخه چرا اینقدر برات مهمه؟ شما آخر قصه رو خوندین؟ آره. آخر قصه چیه که اینقدر نگرانتون کرده؟ هرچی که هست تموم شده. اصلا نمیدونم چرا بابات اینا رو نوشته. آخر قصه چیه مامان؟ سارا من نمیخوام تو رو از دست بدم. تو همه کس منی. مامان دوستت دارم. دوستت دارم خیلی. نخون نخون خواهش میکنم به خاطر من نخون. عمه جان بابا بیا یکی یه سالاد خیلی خوشمزه برات درست کردم. چیه؟ چی شده؟ چی شده؟ من باید از شما بپرسم چی شده؟ از من بپرسی چی شده؟ راجبه چی داری حرف میزنی؟ حسابسازی هایی تو شرکت، فایل هایی که همیشه قفلن، تقاضای وام از طرف مدیرعامل جدید، اون همه صحنه سازی واسه مدیرعامل کردن من. کمه؟ یا بازم بگم؟ خب اینا به تو مربوطی نیست، تو بچسب به صندلیت. قضیه اون کتابای تو انبار چیه؟ اون همه کتاب تو انبار چی کار میکنه؟ واسه همینه که تو بازار نایاب شده دیگه. نه بابا شما نگران چی هستی؟ مغزتو رم شستشو دادن؟ اون کتاب یه مش اراجیف توش نوشته شده. اون عمو نیماد هر چی دلش خواسته نوشته. چقدر کور بودم که ندیدم. لابد منم نباید اون کتابا رو بخونم. نه بخونی که چی بشه؟ ببینم غیر از مدرسه تا حالا چند کتاب دست گرفتی؟ بعد از 32 سال باید بابامو از تو قصه ها بشناسم. نه همش دروغه. دروغ همش؟ آره همش دروغه. واسه این چی؟ واسه این چی داری بگی؟ اینم دروغه؟ اینم اراجیفه؟ بابا شما از چی میترسیدی؟ پشت چی خودتو پنهون کرده بودی؟ حتی از من پسرت؟ گذشته هر چی بوده تمام شده. تو به آیندت فکر کن. 32 سال طول کشیده تا منو بشناسی. نگذار یه عمر دیگه بگذری و نفهمی به خاطر کیا پدرت کنار گذاشتی. همین فردا هم میری زنتو طلاق میدی. چی؟ همین که گفتم. من به خاطر خوشبختی و سعادت خودت میگم اونو طلاقش بده. بابا 32 سال هر چی گفتی گفتم. چشم رو حرفتم حرف نزدم بیچ اونو چرا. ولی دیگه بسمه. دیگه به اینجام رسیده. میخوام دیگه رو پای خودم وایسم. میخوام بدونم کیم چیم چی کارم کجای کارم. آفرین آفرین باریکلا. چه پسر بزرگی تربیت کردم. این همه سال کلا سر من گذاشتن. وای به تو. بابا از چی داری حرف میزنی؟ از همون قصه ای که داره زندگیمونو به هم میریزه. زندگیمونو به هم میریزه. خب اگه خیلی دوست داری باشه بیا.
برو بخون، غیرت نشون بده و تا آخرش بخون، و بعدش هم اون کاری که بهت گفتم بکن، طلاقش بده. ماجرای این بنده خدا را میدونی؟ با تو هم چی میگی؟ میگو ماجرای بنده خدا را که میدونی، میدونی کیه؟ این زن همونی که تو پادگان اعدامش کردن، خودش هم اعدامی بوده، قاطی کرده بیخیالش. چرا قاطی کردی؟ نمیدونستی؟ انگار این بنده خدا همراه با اون شوهرش اعلامیه آیت الله خمینی رو پخش میکردن. وقتی شنید شوهرش اون شکلی تیربارو شد، اونقدر جیف کشید تا دیوونه شد. آدم دلش میسوزه. حالا هم باز این رهنه خانم بریم به یه آسایشگاه روانی، حتیش هم بدین پرورشگاه. اوه چته، با صبرت دادم. روزای اول انقلاب بود، من توی یکی از شهرهای جنوب زندگی میکردم با مادرم. وضع مالیمونم اصلا خوب نبود. شوهر اولم
به خاطر بچه دار نشدنم طلاقم داد. نیما هم تو همون خونه بود با یه بچه 8-9 ماهه. میگفت زنش تازه مرده، این بچه هم از اون برش مونده. همین بچه بهونه این شد که ما به هم نزدیک بشیم. وقتی ازدواج کردیم قرار شد به کسی از این اسرار چیزی نگیم، حتی به دوستا و آشناها. بعدش اومدیم تهران، همیشه فکر میکردم این لطف خدا بود که تو اون ایما رو به من رسوند. من همیشه مثل مادر کنارت بودم. دوست ندارم هیچ وقت غیر از این فکر کنی، ولی منم حقیقت رو نمیدونستم سارا، قسم میخورم. ببینیش اون مادرته.